CNN به نقل از مقامات پنتاگون اعلام کرد در حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه التنفر سوریه در مرز اردن و سوریه 3 سرباز آمریکایی کشته و حدود 24 نفر زخمی شدند. این اولین بار است که سربازان آمریکایی از زمان آغاز جنگ غزه در حملات به مواضع آمریکا کشته می شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرقی اردن 3 سرباز کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز خبر کشته شدن نظامیان آمریکایی در اردن را تایید کرد و گفت در حمله پهپادی به نیروهای ما در شمال شرقی اردن در نزدیک مرز سوریه 3 سرباز آمریکایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. وی با متهم کردن ایران به این حمله گفت این حمله که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شده توسط گروه‌های تحت حمایت ایران انجام شده است. به گزارش منابع عربی و به نقل از کانال تلگرامی مطالعات عراق بر اساس آمار اعلام شده از سوی شورای کلیساهای بصره در حالی که بیش از 7000 خانواده مسیحی در جنوب عراق وجود داشته است، این آمار در حال حاضر به کمتر از 350 خانواده رسیده است. بر اساس آمار اعلامی، بیش از 80% از مسیحیان بصره، ناصریه، کود و العماره مهاجرت کردند. علت مهاجرت این افراد به مسائلی همچون ضعف قانون، رعایت نشدن حقوق و برخورد به عنوان شهروندان درجه 3 اعلام شده است. جمعیت مسیحیان عراق در سرشماری سال 1987 1,262,000 نفر بود که در آن زمان مسیحیان 4% جمعیت عراق را تشکیل می دادند، اما به نظر می رسد به دلیل نبود اشتغال مناسب و مشکلات امنیتی جمعیت مسیحیان هم اکنون به زیر 1% کاهش پیدا کرده است.